أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الأطهرين المكرمين المنتجبين، لا سيما علي بن محمد الهادي عليهما الصلاة والسلام، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وذكرهم بأيام الله. شام شهادت مظلومانه دهمین حجت خدا و امام معصوم عالم تشیع آقا امام هادی علیه السلام و سلام است. این شهادت مظلومانه را خدمت ولی الله الاعظم و همه شما سروران معظم، برادران و خواهران گرامی عرض تسلیت و تعزیت دارم. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی توفیق بهره برداری از معارف قرآن و معارف اهل بیت رو به همه ما عنایت بفرماید و همه ما پاسدار برکات الهی، پاسدار معارف قرآنی و نبوی و علوی و معارف اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. در این شام شهادت به یاد مظلومیت امام هادی و دلها رو هم بفرستید به کنار قبر مظلوم و شریف اون بزرگوار، صلواتی به خدمت حضرتشون اهدا بفرمایید. ایام بزرگ، سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است. در دهه فجر مبارک انقلاب قرار داریم. جا دارد که گرامی بداریم یاد و خاطره سکاندار این انقلاب، رهبر عظیم الشان و راحل انقلاب حضرت امام امت و همه کسانی که در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب زحمت کشیدند و ایثار کردند و فداکاری کردند. یاد همشون رو گرامی می‌داریم و به روح امام و کسانی که در مسیر انقلاب ماندند و ایثار کردند و جنبازی کردند و جنفرازی کردند همه رو یاد بکنیم، به ویژه شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت، و به ویژه یاد بکنیم از سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و یارانش. صلواتی هم به روح این عزیزان اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از معارفی که در قرآن شریف وجود داره که تصمیم دارم در این فرصت اندک
خدمت سروران تقدیم کنم، یک قانونی هست در قرآن تحت عنوان سنت الهی یا سنن الهی. منظور از سنت یا سنن الهی که در تعابیر قرآن با عنوان سنن به کار رفته، یک قانونها و رفتارهای عمومی است که تحت هیچ عنوانی تغییر نمی کنه. این قانون با عنوان سنن الهی در قرآن به کار رفته. قرآن شریف در جای جای خود می فرماید ولن تجد لسنت الله تحویلا، شما قانونهای خدا رو به یک سان و بر یک اساس خواهید دید. تغییر در قانونهای الهی وجود نداره. به عبارت دیگر قانونهای خدا استثنا نداره، استثنا پذیر نیست. در جای دیگر می‌فرماید ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت‌های الهی تبدیل ناپذیره. یعنی اینطور نیست که یک سنتی بخواد با یک سنت دیگری جابجا بشه. خب نیاز به توضیح بیشتر داره. منظور قرآن شریف از این قانون‌هایی که می‌فرماید تغییر نمی‌پذیره، قانون‌هایی داریم که دائمی است، همه جایی است، اینا چیه؟ بنده در دو حوزه این مطلب رو توضیح میدم با ذکر چند تا مثال ساده که مطلب قرآنی عمیق جا میفته. ببینید اگر کسی به هر دلیلی دانسته یا نادانسته بخواهد سمی رو بنوشد، نمیداند، در یخچال رو باز میکند شیشه از سم اونجاست بنوشد، یا اینکه بداند و این کار رو بکند، تفاوتی نداره، مسلم در اثر نوشیدن سم مسموم خواهد شد. این قانونه. این فردم فرق نمیکنه، انسان دانشمندی باشه یا فرض بکنید سواد کمتری داشته باشه، اهل شهر باشه یا اهل روستا باشه. این قانون سم اینه که وقتی وارد بدن انسان شد، بافت‌های بدن رو نابود میکنه، انسان رو مسموم میکنه، انسان رو هلاک میکنه. این یک قانونه. زمان حضرت آدم علیه السلام هم این قانون وجود داشت، زمان نبی مکرم هم و الی یوم القیامه این قانون وجود داره. تا دنیا دنیاست این قانون. یک مثال، این همون قانون دائمی و لایتغیر الهی است که در نظام طبیعت وجود داره. مثال دومش رو خوب عنایت بفرمایید. اگر یک کسی به هر دلیلی دانسته یا ندانسته در خواب یا در بیداری از پشت بامی سقوط بکنه، از یک ارتفاعی سقوط بکنه بیاد پایین، مسلماً پای او خواهد شکست، مسلماً استخوان‌های او نرم خواهد شد. باز تفاوت نمی‌کنه در چه زمانی باشه، در چه مکانی باشه، دانسته یا نادانسته باشه. این شخص هر کس می‌خواهد باشه، این قانون پروردگاره که در این عالم در نظام طبیعت وجود داره که یک جسمی در شرایط خاصی از یک نقطه مرتفعی سقوط بکنه، مسلماً در اثر اصطکاکی که پیدا میکنه دست پای او خواهد شکست، ممکنه جان خودش هم از دست بده، بستگی داره به شدت برخورد.
یه قانون در نظام طبیعت. خب حالا ما میریم تو نظام تشریع. چند تا قانون براتون مثال بزنید. ببینید در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که سیدالون منکم، به لشکریان خودش خطاب میکنه، آقا امیرالمومنین نهج البلاغه هم هست، میفرماید من میبینم روزی را که لشکریان معاویه بر شما لشکریان عراق پیروز خواهند شد. چرا؟ میفرماید برای اینکه لشکریان معاویه یک ویژگی هایی دارن که شما فاقد اون هستی. حالا سه تا ویژگی شو تو کلام امیرالمومنین است بنده عرض میکنم. ویژگی اول لشکر معاویه اینه که میفرماید بجتماع هم علا باطل هم، برای اینکه لشکر معاویه در باطل خودشون اتحاد و اجتماع دارند. و افتراقکم عن حقکم، میگه شما با این که حقید ولی افتراق دارید، جدایی دارید، وحدت ندارید. دوم و به اطاعتهم امامهم فی الباطل، میگه اونها هم رهبر دارن، شما هم رهبر دارید. رهبر لشکر معاویه باطله ولی مردم از همون رهبر باطل اطاعت میکنن، ولی شما رهبرتون علیست، از رهبر حقتون اطاعت نمیکنید. من میبینم پرچم پیروزی را لشکر معاویه برافراشته خواهند کرد. چرا؟ چون از امامشون اطاعت میکنن، از رهبرشون، ولو رهبرشون باطله، ولو پیشوای فاسد فاسق فاجره، ولی اطاعت میکنن. اما شما نه. سوم میبینم که لشکر معاویه پیروز میشود. چرا؟ برای این که لشکر معاویه امانت دارن، رازهای مملکت خودشون رو، رازهای لشکریان خودشون رو، اسرار هویدا نمی کنن. اما شما اسرار رو فاش میکنید. هر خبری، هر تصمیمی من در داخله حکومت میگیرم، قبل از این که به دست مردم خودم برسد به دست معاویه میرسه. سه تا شاخصه مشخص میکنه امیرالمومنین، میفرماید یک، اتحاد، دو، اطاعت از رهبری، سه، امانت داری. آقا هر کسی این سه تا شاخصه رو داشته باشه در میدان برنده است، در مسابقه گوی سبقت رو از دیگران میرو باید. شما ندارید اینا رو، این قانونه، قانون پیروزیه. هر کس این قانون ها رو داشته باشه پیروزه، هر کس فاقد این قانون باشه محکوم به شکسته. این یک قاعده در نظام تشریعه، در نظام اجتماعست. تو این چیه نشون میده؟ این نشون میده که همونطوری که ما تو طبیعت یک قانون داشتیم به نام قانون جاذبه زمین، یک قانون داشتیم به نام کشندگی و مسمومیت سم، در نظام اجتماعی ما نیز یک قوانینی وجود دارد مثل اتحاد، مثل همدلی، مثل فاش نکردن اسرار، حفظ اسرار قانونه. هر کس از این قانون بهره ببرد نتیجه میگیرد. قاعده است، قانونه. این همونیست که قرآن میفرماید لن تجد لسنت الله تبدیلا، ای پیغمبر و ای همه مؤمنین و ای همه انسانها، قانونهای خدا تغییر نمی کن. حالا یه قانون دیگه از قرآن براتون مثال بزنم، ببینید چقدر زیباست. قرآن یه قاعده داره، یه قانون داره، میفرماید این احسنتم احسنتم لانفسکم. چقدر این قانون زیباست. اگر انسان کار خوبی انجام بده، احسنتم از همون حسنه،
میگه این احسنتم، اگر شماها کارهای خوب انجام بدهید، این کارهای خوب به نفع خودتون یه قاعده است. و این اسعتم فلها، اما هر کسی که در سوره اسراء، در سوره بنی اسرائیل میگه هر کسی که کار بد انجام بده قبل از این که آسیب به دیگران بزند، این قانون خداست، اول به خودش آسیب زده. اگر کسی کلا بگذاره سر دیگری توی معامله، فکر میکنه سر دیگران کلا گذاشته، قاعده اجتماعی پروردگار اینه، میگه این کلا رو اول سر خودت گذاشتی، حواست داره. چقدر این قاعده زیباست، چقدر این قانون زیباست. حالا یکی از قانونهایی که من میخوام تناسب به مسائل انقلاب داشته باشه رو خدمتتون عرض بکنم، که در قرآن الا ما شاء الله آیه وجود داره. من یه 5-6 تا آیهشو اینجا خدمتتون در حد اجمال یادداشت کرده بودم که خدمتتون بگم، باز به خاطر کم بوده وقت خلاصش میکنم که خیلی اذیت نشید. قرآن میفرماید به ما که و اذ تأذن ربکم، تأذن از همین ماده اذان که در مساجد ما گفته میشه، از همین ریشه است. میگه اذ تأذن، یعنی یاد بیاوره پیغمبر اون زمانی را که تأذن ربکم، خدای تبارک و تعالی خدای شما انسان‌ها، تأذن چی؟ یعنی اعلام کرد. این هم که ما میگیم اذان، اذان یعنی همین، یعنی اعلام. وقتی الله اکبر شنیده شد اعلام کردن ایها الناس، وقت نماز نزدیک، بیایید مسجد. اذ تأذن ربکم، خدای شما اعلام کرده، یعنی یه موقع است که یه بار گفت، یه موقع است که یه طوری گفت که همه نشنیدن، یه موقع نه، یه قاعده، یه قانون، یه فرمول رو اعلام عمومی میکند. اینجا خب چه چیزی رو خدا اعلام عمومی کرده؟ اعلام کرده قاعده ای رو، قانونی رو، لئن شکرتم لازیدنکم، مردم اگر در برابر نعمت‌های الهی شکر گذار باشید، لازیدنکم، من حتما قطعا، چون قانون خدا لایتغیره. براتون مثال زدیم، قانون پروردگار تغییر نمی‌کنه. هر کسی در هر شرایطی، زن باشه یا مرد، کوچک باشه یا بزرگ، پروفسور باشه یا کشاورز، فرق نمی‌کنه، قانون من اینه. خدا می‌فرماید که اگر شکر گذار نعمت‌های من باشید، لأزیدنکم، من این نعمت‌ها رو می‌افزایم. ازیدنکم یعنی زیادشون می‌کنم. در مقابل اگر کسی نعمت‌های الهی رو ناسپاسی بکنه، فراموش بکنه، پشت سرش میگه ان عذابی لشدید، البته عذاب من شدیده. عذاب من شدیده یعنی چی؟ یعنی نعمت ها رو از دست من میگیره. یه قاعده خداست، یه قانونه، قانون لایتغیره. آیات دیگر رو ببینید، میفرماد و اما به نعمت ربک فحدث، به پیغمبر دستور میده، واجب میکنه، میگه ای پیغمبر در برابر نعمت های خدا حدث، یعنی حدیث کن، یعنی بگو فلان نعمت رو خدا به ما داده، چرا نمیگی؟ اما به نعمت ربک فحدث، در برابر نعمت های الهی، نعمت های خدا رو حدیث کن. وذکر آلاء الله، میگه این دستور عمومیه، هم پیامبر هم غیر پیامبر، همه باید آلاء، یعنی نعمت ها، آلا و نعمت‌های الهی را بشمارید. کدوم آلا، کدوم نعمت‌ها؟ می‌فرماید یادتون باشه یک روزی بود، وذکروا نعمت الله اذ کنتم قلیل مستضعفون، میگه شما انسان‌های ضعیفی بودید، کسی شما رو به حساب نمی‌آورد، کسی در دنیا شما رو به بازی نمی‌گرفت، شما قلیل بودید، به حساب نمی اومدید، مستضعف بودید، حقوق شما رو پامال کرده بودن، لگد مال کرده بودن، اما خدای تبارک و تعالی شما رو کشید بالا، نصرکم، شما رو یاری داد،
آوردتون بالا. چقدر از شبیه به این آیه داریم که میگه یاد بیاورید آلاء خدا را، یاد بیاورید نعمتهای خدا را. اون زمانی که شما ضعیف بودید، اون زمانی که شما متفرق بودید، دلهای شما متشدد بود، خدا میگه فألف بین قلوبکم، من بودم که قلبهای شما را به هم دیگه تألیف کردم، محبت بین شما ایجاد کردم، رغبت و انس و الفت بینتون ایجاد کردم، یک دست شدید، محکم شدید، آمدید حق خودتون گرفتید. چرا یاد اون نعمت ها نمیفتید؟ عزیزان من، برادران، خواهران، این یک قانون خداست که میگه اگر شاکر اون نعمت ها باشی، اگر یاد کنی اون نعمت ها را، یاد کنی که در جنگ جهانی دوم سران پیروز دنیا آمدند وارد شهر تهران شدند بدون اجازه پادشاه ایران، اصلا حساب نکردن شما کی هستی. چون حالا اون زمان ها را شاید ما یادمون نمیاد، اما همین پارسال پیارسال در قصه افغانستان که یادتون میاد، یکی از سران امریکا با وقاحت وارد کشور افغانستان شد، طبیعتاً یادتونه دیگه، اخبارم اینو گفتم، بدون اجازه وارد کشور افغانستان شد، بعد نرفت به دیدن رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور افغانستان رفت به دیدن او در پایگاه نظامی بگرام. بعد وقتی که رئیس جمهور افغانستان میخواد بره به دیدن این آمریکایی، بدن او رو تفتیش کردن دوباره شد. همین قصه در مورد ما بود، بدترش در مورد ما بود. سران پیروز جنگ جهانی دوم، استالین، چرچیل، امثال اینها آمدن در تهران، نشستن، گفتگو کردن بدون اجازه و بدون اینکه اصلا خبرشو به شاه بدن. بعد از اینکه شاه متوجه شد، شاه رفت و منم حالا برم تو جلسه، شاه رو در جلسه راه ندادن. ما واسمون این بود، چرا خودمون رو گول می‌زنیم؟ یک کتابی هست مادر شاه، خاطرات مادر شاه، در اون کتاب میگه یه روزی پسرم، یعنی محمد رضا، به خاطر خود دستنویس خودشونه، کاری هم به انقلاب و به نیروهای حزب اللهی نداره، میگه خود پادشاه نوشت به من یه روزی، گفت این مادر شاه نقل میکنه، در این کتاب نوشته، میگه خود محمد رضا یه روزی به من گفت مردشور این پادشاهی منو ببره. چون این لفظ من میگم و من از خودم هیچ اضافه نمی کنم، گفت مردشون این پادشاهی منو ببره. گفتم پسر چه حرفی رو میزنی؟ گفت بابا مثلا من پادشاه ایرانم، آمریکا آمده نیروی هوایی ایران رو برده در ویتنام، نیروی هوایی ما رفته در ویتنام بمباران کرده با هواپیمای ایران، با بنزین ایران، با نیروهای نظامی و خلبانان ایرانی، من پادشاه حتی خبر ندارم. بعد از اینکه رفتن عملیات کردن برگشتن، بعد از مدت ها من متوجه شدم این وضع ما بوده. و هزاران از این نمونه که فرصت نیست که شما خودتون میدونید، الحمدلله. ما میخوام یادآوری بکنم، قرآن به ما میگه یادآوری کنید نعمت های خدا را، فذکروا آلاء الله، نعمت های خدا رو یاد کنید. اگر نعمت های خدا رو یاد کنید، خدا زیاد بهتون میده، زیادش میکنه، عزتتون رو زیاد میکنه. خب این وضعیت ما بوده. یکی دو تا نمونهشو من درس کردم. چه کسی ما رو از این مخمصه، از این ذلت، از این گرفتاری، از این پایمال شدن حقوق، چه کسی ما رو نجات داد؟ خدا نجات داد. غیر از خدا هیچ کس نجات نداد. پروردگار تبارک و تعالی دست ما رو گرفت، میگه یاد کنید این نعمت ها رو. در دنیا معروف بود، میگفتن ایرانی ها اهل گل و بلبل، این مطلب داشتا، میگفتن ایرانی جماعت، یعنی شعر فقط میگه،
اهل عشق و عاشقیه و سلام، یه دیوان حافظی داره، دیوان سعدی داره و سلام، و معروف بود. گفتن که ایرانی ها حتی آفتابم نمیتونم بسازن، عذرخواهی میکنم. و خود مسئولان رژیم سابق گفته بودن، به این نتیجه رسیده بودن، گفتن اگر ما میخواهیم پیشرفت بشیم باید نای تقی‌زاده معروفه، گفته بود از فرق سر تا کف پا باید غربی بشیم تا به یه جایی برسیم، تا پیشرفت کنیم و الا نمیشیم. باورشون شده بود که ما هیچی هستیم، باورشون شده بود که ما نمیتونیم به جایی برسیم. پروردگار تبارک و تعالی دست قدرتش از آستین امام اومد بیرون، دید نه ما میتونیم. امروز یک آسیبی که من عقیده میدونی که صدا سیمای ما داره، که درست اطلاع رسانی نمی کنه. بعضی چیزا امنیتیه نمیشه گفت، بعضی چیزا هم درست اطلاع رسانی نمی کنن. با همه مشکلاتی که این مشکلات منم از ناحیه اوناست، نه اینکه انقلاب اسلامی مشکل داره، اونا نمیگذارن. با همه مشکلات و تحریم ها و جنگ و ترورها و دردسرهایی که برای ما آفریدن، به حمد الله در برخی از علوم ما جزء دو سه کشور دنیایی، منم در برخی از علوم ما جزء 10 کشور دنیایی. دنیا روی ما حساب میکنه، الان دنیا روی ما حساب باز کرده، کسی ما رو حساب نمیکرد. قرآن میگه شما قلیل بودید، مستضعف بودید، کسی شما رو حساب نمیکرد. یه آقایی در مسجد ما در همین قم از نمازگزارانه، خودش میگه من سرباز بودم در یه پادگانی که امریکایی‌ها اونجا بودن. بعضی چیزا رو میگه که من خجالت میکشم خدمت شما بگم. یه مطلبشو فقط میگم، میگه من بودم یک سرباز ایرانی به همراه یک سرباز دوم به همراه یک افسر، الان زنده است آقای نوری، اگر خواستید آدرس میدم، تلفن میدم باش صحبت کنید. سه نفری، دو سرباز یک افسر ایرانی، جیرمون به اندازه یک سگ امریکایی بود. در زمانش رو میگه ما سرباز بودیم، جیره ما سه نفر، مثلا ماهی 10 تومن باید میدادن، به سه نفرمون میدادن، به اون سگ آمریکایی هم همون مقدار. ما وضعیتمون این بوده، ما جرأت نمیکردیم نفس بکشیم، اون سرهنگ ما هم جرأت نمیکرد نفس بکشه. بعد شما امروز ببینید آمریکایی رو همین که پا میگذاره تو خلیج همیشه فارس ما، دستگیرش میکنید با اقتدار، به طوری که خودتون میدونید شلوارشون هم نیست کردن. اینه، این نعمت نیست، این اقتدار نعمت بزرگ نیست. فرمود فضل کرو آلا الله، قاعده و قانون خدا اینه که اگر نعمتهای خدا رو یاد کنید، شکر کنید، همین بگید اینها رو، مخفی نکنید اینها رو، کتمان نکنید اینها رو، خدا میگه من زیاد میکنم عزتتون رو. امروز الحمدلله رب العالمین، اوائل در عملیات بلفجر 8 خود بندم در اونجا حضور داشتم، این چیزی نیست که من شنیده باشم، خودم اونجا حضور داشتم در عملیات بلفجر 8 که فاق رو به حمدالله ایران فتح کرد. اسلحه صدام ملعون بر علیه نیروهای ایرانی استفاده میکرد، که ما که یه بسیجی ساده بودیم، سنمون هم خیلی کم بود، ولی ما به فرمانده ها، خود بنده از فرمانده ها سوال میکردم این اسلحه ای که میاد، این آتشی که از آسمان میاد چیه؟ با چه اسلحه ای شلیک میشه؟ خدا میداند. فرمانده میگه ما نمیدونیم، ما باید بریم جلو یه دونه از اینها رو غنیمت بگیریم تا ببینیم چه دستگاهیه. باز ما این بوده. امروز الحمدلله رب العالمین شما موشک هایی رو دارید استفاده میکنید، جوان های شما، دانشمندان شما، این عزتی که ایجاد شده، اولا تا 2000 کیلومترش که دیگه قطعیه، ثانیا نقطه زن سالسن شهید تهرانی مقدم در آخرین مصاحبه خودش فرمود چی؟ فرمود دیگه
2000 و 3000 و اصلا این حرفا رو دیگه بردار، کلا برداشته شده. یعنی فعلا ما رو 2000 تا داریم آزمایش میکنیم. ما دورتر از این، مسافت های دورتر از این هم دیگه برامون حله. آخرین مصاحبه شهید تهرانی مقدم رو ببینید شما، این عزت نیست؟ آخرین جمله رو بگم، یک دو سه کلمه هم در مورد امام هادی عرض میکنم. شهید بزرگوار، شهید سلیمانی که از مکتب امام به اینجا رسید، تربیت شده مکتب امامه، کاری کرد بعد از دورانهای اینو که میگم تاریخ ها، بعد از دورانهای اشکانیان ایران هیچ وقت نتونسته یک نیروی دریایی داشته باشه بره مدیترانه رو دور بزنه، نتونسته. بعد از این همه قرنهای متمادی دوباره کشور ما سر برآورده در بین سرها و امروز ما تا ونزوئلا منطقه دریایی ما شده. عزت دیگه، حساب نمی‌کردن ما رو. آمریکا و اذنابش در منطقه، شیوخ خلیج فارس، باند عبری، باند عربی، باند غربی، خودشون آقای ترامپ اعتراف کرد، گفت ما 7 تریلیون دلار، مثلا من نمیدونم یعنی چی، چقدر پوله، ما تو منطقه خرج کردیم. قاسم سلیمانی همه نقشه های ما رو برباد داد. این 7 تریلیون دلار اونا خرج کردن، خودشون اقرار کردن، گفتن ولی همه چیز موازنه به نفع ایران تبدیل کرد. امروز ایران تو منطقه حضورش از آمریکا به شدت بیشتر، در عراقش، در سوریهش، در لبنانش، در یمنش و همینطور برو جلو. اینا عزت نیست؟ بله. شما ممکنه بفرمایید خب یه مشکلاتی داریم. بله داریم. اولا که مشکلات رو اونا ایجاد کردن برای ما، مشکلات به خاطر انقلاب نیست. ثانیاً اگر در جاهای مشکلات وجود داره، برای این که خط امام به درستی دنبال نشده. ثالثاً که بنده عرض میکنم آقایی خرج داره، آقایی دردسر داره. قطاری که توی ایستگاه خودش توقف کرده هیچ وقت سنگ نمیخوره. قطاری که حرکت میکند، به پیش میرود، سرعت میگیرد، سنگ میخوره. شما اینجا بودید، دوستی آب راکت، کسی با ما کار نداشت. اما حالا که حرکت کرده این قطار عزت و اقتدار ملت ما، حالا سنگ میندازم. بله. خب البته باید با صبر، با حوصله، با برنامه این قطار رو هدایت کنیم، مدیریت کنیم، انشاءالله روز به روز بر اقتدار و عزت ملت ما افزوده بشه. خب یه دو جمله هم در مورد امام هادی عرض بکنم. عزیزان، ما مجموعاً 35,000 روایت در کتاب وسائل الشیعه داریم. وسائل شیعه یک کتابیه، عزیزان شاید در جریان باشن بعضیتون، هیچ فقیهی نیست که بخواد اجتهاد بکنه وسائل شیعه رو نیاز نداشته باشه، جز ابزار ضروری کار ماست. تمام. 35,000 تو این کتاب روایت. مرحوم علامه طباطبایی هم همتون میشناسید، ایشان فرمود من کل وسائل شیعه 35,000 روایت رو مطالعه کردم، تک تک روایات علامه است. در کل این 35,000 روایت یه دونه روایت از امام حسین علیه السلام نمونه شد، در فقه، در کلام، در تفسیر. معناش چیه؟ معناش میدونی چیه؟ معناش این است که اونقدر آل پیغمبر را منزوی کرده بودن، اینا نعمت‌های الهی بودن، مردم باید اینا رو
میداشتن رو سرشون. مردم باید میرفتن در مکتب علی شاگردی میکردن، اما نرفتن، منزوی کردن آل پیغمبر رو. 25 سال امیرالمومنین منزوی بود، گاهی تبعید بود، تبعید بود، از حق ورود به مدینه رو نداشت. در بعض سالها میرفت ینبو، میرفت کنار دریا، میرفت تو مزرعه. در سال 35 که آقا امیرالمومنین آمد خلیفه شد، سه تا جنگ خانمانسوز داخلی را انداختن که در جنگ صفین که یه دونش بود 110,000 کشته داده. شما فکر میکنید که چی؟ ما الان 8 سال جنگیدیم، چقدر کشته دادیم؟ چقدر شهید دادیم؟ 220,000، 219,000 ما شهدای جنگ ما هستن. امیرالمومنین در جنگی که بین عراق و کوفه داخلی بود، مسلمان ها 110,000 کشته شدن از طرفین، 90,000 نفر معاویه کشته داده، 20,000 نفر علی. اینجور جنگ بوده ها. یعنی در این 4 سال و 9 ماهی که امیرالمومنین خلیفه رسمی مسلمان ها شد، نگذاشتن آب خوش از گلوی امیرالمومنین بره پایین. گرچه روایات فراوانی هم که ما داریم از امیرالمومنین مانند نهج البلاغه، مال همین 4 سال است، مال همین 4 سال و 9 ماه است. بعد وقتی شما، حالا من آمارشو دارم دیگه، نوشته بودم براتون بخونم، وقت گذشته، تک تک اماما رو بنده آمار گرفتم. جالبه که از شخصیتی مثل حضرت امام حسن ما فقط 1,200 حدوداً روایت داریم. از امام حسین مجموعه عمر شریفش 1,800 تا روایت داریم. از امام سجاد همینجور خیلی کم. هر چه به طرف امامان آخر، امام هادی، امام حسن عسکری ما پیش می‌بینیم، تعداد روایات کم میشه. چرا؟ برای ائمه ما در یک بایکوت خبری، در یک فشار، در یک حصر شدیدی بوده. یه چیزی بهتون میگم تعجب بکنید، امام هادی سلام الله علیه، حالا اگر یه فرصتی بود که بنده یک شب کامل در مورد امام هادی صحبت میکردم، تاریخش عرض میکردم، امام هادی در 8 سالگی تقریبا به امامت رسیده. تا زمانی هم که در 3 رجب که امروز بود به شهادت رسید، امام 44 ساله بوده. یعنی دوران امامت امام هادی 30 و خورده ساله، بین 34-35 ساله از کودکی امام بود دیگه. به نظر شما در طول این 35 سال چند تا روایت از امام هادی نقل شده؟ زیر 500 حدیث. و امامه 30 ساله، 35 سال دوران امامت چه حدودن؟ هر سالی 1,000 تا روایت هم گفته باشه، باید 30,000 تا روایت نقل بشه ازش. اما فقط زیر 500 روایت. برای چی؟ برای اینکه قدر این نعمتهایی که ما را به آسمان وصل می‌کردن، اینها امیرالمومنین فرمود من راه آسمان‌ها را بهتر بلدم از راه زمین. اینها باید ارتباط ما رو به عالم ملکوت برقرار می‌کردن. ما چسبیدیم به دنیا، مردم چسبیدن به دنیا، نرفتن سراغ آل علی، نرفتن سراغ ائمه. حیف هم بیاد اینو نگم، امام سجاد سلام الله علیه از مدینه رفته مکه برای زیارت خانه خدا. راوی نقل میکنه من رفتم خدمت امام سجاد در مکه، دیدم امام به شدت ناراحت و گریه میکنه. عشان ما چی گریه میکنه؟ فرمود 14 روزه، من 2 هفته است به اصطلاح ما آمدم در مکه، توی 14 روز یک نفر نیومد حال ما رو بپرسه، حاجی حالا چطوره؟ مسئله‌ای بپرسه، از قرآنی، از دنیایی، از آخرتی، از تاریخی، از فقهی، هیچ. خب گریه نداره که، مردم سرشون مشغول، الان تو حرف می‌زنیم یاس، چرا خانواده، چرا فامیل، چرا سله ارحام؟ میگه آقا سرمون شلوغه، مردم هم سرشون شلوغ بود. خب ها؟ شاید شلوغ بود سرشون.
نه قصه این نیست. امام فرمود من دو هفته آمدم یک نفر نیامد از من یک سوال بکنه، در حالی که هفته قبل یک زن رقاصه‌ای به نام شماسه رقاصه خواست وارد مکه بشه. شماسه رقاصه بزنید تو اینترنت میاد. خب کی بوده؟ یک زن به قول امروزی ها آجا هنرمند رقاصه‌ای بوده. یک زن رقاصه‌ای وارد مکه شد. خب شد چطور باید؟ آقا تمام بزرگان شهر، عمرا، تجار، دانشمندان طاغوتی اون موقع، همه بزرگان شهر چند کیلومتر رفتن بیرون شهر، این زن رو گذاشتن رو سرشون، رو دستشون، با هورا هورا وارد شهر مکه. گریه نداره؟ گریه نداره؟ امام سجاد بگه این وضع ماست، آل علی را اینجور منزوی کردن، منکوب کردن. امام هادی که 30 سال امامتش طول کشته، این نعمت الهی، اینه که باید ما شکرش میکردیم. شکرش به این بود که ازش استفاده بکنیم، ازش بهره ببریم، از دریای علمش. شما حاج آقا ممکنه میگه مگه امام هادی دریای علم چیه؟ آقا یه دونه از اون موردهایی که از زبان امام هادی برای ما نقل شده که بی بدیل در عالم کدومه؟ زیارت جامع بحر، زیارت جامع یکیشه، زیارت قدیریه یکیشه. روایات کم هست ولی ارزشمند. از این دریا باید مردم بهره می بردن. شکرش به این بود. اما امام در طول دوران امامتش در سامرا یا سامره یا سرمنرها که یک شهر نظامی بود، اصلا شهر عادی نبود، در این شهر نظامی امام با تو هست باشه و خدمت شما به عنوان کلمات پایانی عرض بکنم، هیچ خبری از داخل منزل امام به بیرون درز نکرده. امام چی میخورده؟ امام غذا داشته نداشته؟ مشکلاتش چی بوده؟ چه حرفایی میزده؟ حتی مسائل شخصیش، عمومیش، خانوادگیش هیچ خبری به بیرون درز نکرده. برای شما حائز اهمیت عرض بکنم که حتی نحوه شهادت امام، حتی روز شهادت امام، چه کسی امام رو به شهادت رسون معلوم نیست. چرا؟ چون قرار بود که معلوم نباشه، قرار بود که معلوم نباشه اینا. ولی ما هیچ خبری نداریم، حتی روزش هم مشکل داره. فقط میگن متوکل دستور داد معتز که خلیفه بعدیه امام رو به شهادت برسانه و مسموم شده امام در 40 سالگی و در واقع در جوانی به شهادت رسیده. خبری ما از داخل نداریم. این بود فذکروا آلاء الله، به یاد نعمت ها باشید، قدر نعمت ها رو بدونید، شاکر نعمت های خدا باشید. و این رفتار بود که قضیه ختم شد به غیبت ولی الله العظم مازد. السلام علیک یا مولا، یا علی ابن محمد الهادی، ای نجل جواد ابن رضا حضرت هادی، بگرفته حسن بر تو عزا، حضرت هادی یک آم ستم دیده ز جور متوکل، در آینه صبح و مسا حضرت هادی دل سوخته دعنه با از زخم زبانها، خونین جگر از زهر جفا حضرت هادی، افسوس کشتن تو را در ره بیداد بی جا
جرم و گناه قوم دقایا حضرت هادی افسوس به جور از حرم مادر و جدت گشتی تو قریبان جدا حضرت هادی کس از غم ناگفتت یوسف زهرا هیچ کس خبر ندار تو خونه چه خبرت اون حبس کس از غم ناگفتت یوسف زهرا آگه نشد غیر خدا حضرت هادی یا الله امام حسن عسکری تنها بدن بابا رو آماده کرد دجیز گرد غسل داد کفن کرد نواز خواست در همون جا در همون سرداب مقدس که رفتید انشالله به زودی هم خدا قسمت کنه همون جا آقا رو دفن کرد بدون هیچ تشییع جنازه ای حجت خداست آیون خانوما امام رو احترام نکرده تجلیل نکرده احترام نکرده تشییع جنازه ای صورت نگره امام حسن عسکری تنها بدن بابا رو دب کرد در همون خانه خودش آیا اما یه چیزی میخوام عرض بکنم آقا جا یا امام هادی تشییع جنازه نکردن احترام نکردن حجت خدا رو اما آقا جان دیگه بدنتونم عریان نکردن دیگه سر از بدنتون جدا نکردن دیگه بدنتون رو تیر باران نکردن دیگه زن و بچه رو کنار بدنتون کدک نزدن اینجا امام حسن عسکری آمد کنار بدن بابا بدن رو آماده و تجهیز کرد بریم یه لحظه کربلا در کربلا امام سجاد اومد کنار بدن پاره پاره بابا اون بدنی که سر نداد او بدنی که پاره پاره بلا غسلن ولا کفنی صلی الله علیکم یا آل رسول الله اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم بدم الحسين بمقام أغالي ابن محمد الحادي يا الله 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 يا أرحم الراحمين قلب هاي ما بنور معرفة خدت معارف اهل بیت اسمت و طهارت چشمان ما به جمال ولی الله الاعظم هرچه زودتر روشن بفرما خدا یا واقع به امور همه این جمع ختم به خیر و سعادت بفرما گرفتاری ها از مملکت ما ملت ما رهبر عزیز ما دولت ما اهل مجلس ما به حق آقانی ابن محمد الهادی مرتفع بفرما برکات خودت رو مادی و معنوی دنیوی و اخروی بر سر ملت ما اهل این مجلس نازل بفرما گرفتاری هاشون مرتفع بگردان دعاهاشون مستجاب بفرما حوائجشون برآورده خیر بگردان مرضاشون لباس عافیت بپوشان ارواح مؤمنین مؤمنات گذشتگان شهدا حقداران از این جمع
بانیان این بنا، امام عزیز ما، شهدای انقلاب ما، حق دارن خدا میدونه بگردن، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حریم اهل بیت، خدایا همه شون رو امشب در شام شهادت امام هادی بر سر سفره آقا امام هادی مهمانشون بفرما، ثوابی از این مجلس به روحشون عائد و واصل بگردان، فرج مولای ما صاحب الزمان در زمان حیات ما مقدر و مکتوب بفرما. برای استجابت دعاها صلوات عنایت بفرمایید. عذرخواهی میکنم یه چند دقیقه طول کشید دیگه، ببخشید. السلام علیک یا ابا عبد الله یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمة الزهرا رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولای یا علی بن مسرد الم